وقتی ما در ستاد لشکر اهواز بودیم، مرحوم این فلاحی و فرمانده لشکر خوزستان و این آقای خامنه‌ای تو اتاق فرماندهی بودیم، اون توپخانه عراق که توپ میانداخت، این توپ ها میافتاد تو حیات اون ستاد، یکی دو تاش افتاد خیلی نزدیک ساختمان، چنان که این آقا وحشت کرد رفت تای دیوار زیر نیمکت. آقای خامنه‌ای؟ بله والله. بعد ما همون وسط اون چیز که ایستاده بودیم صحبت میکردیم، زود رفت اونجا زیر اون نیمکت. اون مرحوم سرتیپ فلاحی خندش گرفت، صداش کرد دو آقا از اینجا زود تشریف بیارید بیرون، برای اینکه این بخوره که این بمب که به تا اول باید بخوره به دیوار تا در ما مؤثر بشه، بنابراین اول دیوارم خراب میشه سر شما. در کرخه کور که اصلا مجرم است، هر کشوری بود این رو به عنوان اینکه یک لشکری رو فراری داده می محاکمش میکردن، این اگر اعدام نمیکردن خیلی بهش ارفاق کرده بودن، برای اینکه وقتی که گارد جمهوری صدام حمله متقابل کرد به قوای ما، اول کسی که فرار کرد این آقا بود، همین آقای خامنه ای؟ هره والله. عجب بابا، این از انتظاری و مدامت اونجا در یه زره پوشی من رفته بودم یه چند دقیقه دراز بکشم، آمد گفت که آقا بیاد، بعد خطرناک شد. گفتم چرا چی شد؟ گفت که حمله متقابل شد و بوشون داره بر میگرده عجبه، بوشون خودمون. گفتم بس فرمانده بوش اینا که از اینا کاری ساخته نشه. گفتم این آقای خامنه‌ای که مهممه ببره جلو، گفت آقا اول همه رفت. چطور رفت؟ گفت همون رفت که بقیه رفتن. بعد ما آمدیم حالا 9-10 شب این نیروها رو از اینجا برای جمع کردیم، دوباره بردیم تو جبهه مستقر کردیم. یه داستانیش که بماند، یک نماشه‌ایش در برابر این آدمی که این کار کرد. یک سرهنگ جوادی داشتیم، فرمانده اون لشکر بود، در واقع فرمانده یه تیپی از اون لشکر، و این کامران مرحوم آمد گفت که این آقا نمیاد در جبهه، تک تنها اونجا با یه آرپیچی مونده تو جبهه، میگه که فرمانده حق نداره گواهش از دست داده میدان رها کنه. من خیلی خیلی متاثر شدم، البته خیلی هم به شوق آمدم و به عنوان فرمانده کل قوا به او امر کردم که از اونجا بیاد عقب. داستان مفصله. به هر حال این آدم این رفتار کرد اون روز در اون تختی. حالا این آقا در ایران میره پیش بسیجی و تهدید میکنه استاد خودش رو، اولا متهم میکنه به خیانت و تهدید میکنه به مجازات و محاکمه و مجازات. دنیا عجب دنیاییست. آقای یمنی صد، خامنه‌ای در اون زمان در جبهه که در جبهه جنگ بود معاون وزارت دفاع بود؟ نه این سمت این نداشت، در مجلس بود. او آقای خمینی او رو کرده بود عضو شورای دفاع. صحیح. و این میرفت دائم در اهواز بود، او باید به جبهه اینا میامد، اما این آقای رفتن جانی اصلا به جبهه هم نزدیک نمیشد، میگفت که دکتر گفته صدای تیر و تفنگ برای شما مضره. ولی فقیه یک شوه با طفل نر قولت، دومت بزار رو کولت، دومت بزار رو کولت، دومت بزار رو کولت، لطیه بیمار آود با انتر سسولت، دومت بزار قاتل مردم آزار بزن.